شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی شناخته شده به نام گوته در تهران آن را پلوم نمودند. نیروهای دولتی تابلوی ورودی این مؤسسه واقع در دیباجی و قلهک در شمال تهران را برچیدند. وزارت خارجه آلمان در روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفیر ایران را فراخوانده و از دولت مسعود پزشکیان خواسته است که به سرعت مجوز برای از سرگیری فعالیت‌های آموزشی در مؤسسه زبان گوته در تهران را صادر نماید. خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی است، این مراکز را غیرقانونی خوانده و از بسته شدن آنها خبر داده است. در همین حال کانال تلگرامی سابرین نیوز که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط است، اعلام داشته است که این اقدام پاسخی متقابل به بسته شدن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است. رسانه‌های آلمانی در سوم مرداد گزارش دادند که نیروهای پلیس به مرکز اسلامی هامبورگ و بیش از 50 مرکز وابسته به آن یورش برده و فعالیت‌های آنها را ممنوع اعلام کردند. دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان پیش از این اظهار داشته بود که شواهدی وجود دارد که این مرکز اسلامی به عنوان یک مرکز تبلیغاتی مهم ایران در اروپا و بازوی جمهوری اسلامی عمل می‌کند. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.